بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان ارجمند سلام بر شما، به این برنامه خبری خوش آمدید. 4 مهاجم و 1 پلیس در حمله انتحاری در اسپین بولدک قندار کشته شدند. این حمله حوالی ساعت 7 شام دیروز با انفجار یک موتورسیکل بم گذاری شده در دروازه مرکز پلیس سرحدی آغاز شد. صمیم اخبلواک سخنگوی والی قندار گفته که پس از انفجار 3 مهاجم انتحاری وارد این مرکز شده و به درگیری با نیروهای امنیتی ادامه دادند. اخبلواک افزود پس از 2 ساعت درگیری با کشته شدن مهاجمین پایان یافت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. تسلیحات سبک و سنگین نظامی توسط پاکستان به مخالفان مسلح دولت در هرات داده می شد. اصیل الدین جامی معاون والی هرات با بیان این موضوع گفته که حمله های طالبان در روزهای اخیر به ولسوالی های غوریان و شیندند از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شده. به گفته آقای جامی، طالبان در مکان مشخصی نیستند و سلاح هایی که استفاده می کنند تازه نیست و از چندین ماه است که در اختیارشان قرار گرفته. او اظهار داشت واضح است که طالبان از سوی پاکستان تجهیز و تمویل می شوند. معاون والی هرات افزود در حال حاضر طالبان در برخی از ساحات ولسوالی های گلان، رباط سنگی، کشک کهنه و شیندند حضور دارند، اما قدرت تصرف این ولسوالی ها را ندارند. در همین حال مردم محل می گویند که شیندند در سالهای اخیر شاهد ناامنی های زیادی بوده و تاکنون چندین بار هدف حمله طالبان قرار گرفته، اما حمله دو روز پیش به غوریان در نوع خود به سابقه بوده و این گروه برای چند ساعت مرکز ولسوالی را در تصرف خود داشتند. شیندند در 120 کیلومتری جنوب و غوریان در 60 کیلومتری غرب شهر هرات قرار دارند. مأموریت نیروهای نظامی آلمان در افغانستان پس از سال 2016 تمدید خواهد شد و این کشور تا 2 ماه دیگر در این باره تصمیم نهایی می‌گیرد. سفیر آلمان در کابل گفته که مطمئن است که کشورش حضور سربازان آلمانی در افغانستان را پس از سال 2016 تمدید می‌کند. سفیر آلمان این موضوع را ناشی از تصمیم آمریکا دانسته و گفته که تمدید حضور 5500 سرباز آمریکایی بعد از 2016 در افغانستان سبب شده که دیگر همپیمانان این کشور در مورد تمدید حضور سربازانشان در افغانستان تجدید نظر کنند. با آنکه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال جاری ثابت کردند که می توانند از کشورشان مقتدرانه دفاع کنند، اما این دیپلمات آلمانی گفته که نیروهای امنیتی افغانستان به تنهایی نمی توانند با تروریستان مبارزه کنند و نیاز است تا نیروهای خارجی در کنارشان باشد. جنرال فیلیپ بریدلاو فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا هم اعلام کرده که این سازمان تضمین هایی از برخی کشورهای عضو دریافت کرده که به مأموریت نظامی خود در افغانستان ادامه بدهند. با گزارش رسانه‌های یمنی در انفجار موتر بم گذاری شده در شهر عدن در جنوب یمن دست کم 12 نفر کشته شدند. پایگاه خبری الیمن الان روز چهارشنبه گزارش داد این انفجار در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی عدن رخ داد. همچنین درگیری شدید میان شبه نظامیان طرفدار رئیس جمهوری فراری یمن و گروه القاعده رخ داد که شمار کشته و زخمی بر جای گذاشته است. شبکه المسیره نیز اعلام کرده که گروه داعش با تصرف منطقه التواهی در ولایت عدن دست به قتل و غارت اموال عمومی زدند. منابع یمنی همچنین از درگیری‌های شدید در شهر التواهی شرق خرمکسر و تپه‌های منتهی به کریتر در عدن واقع در جنوب یمن خبر می‌دهند. سازمان آموزشی علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو قطعنامه پیشنهادی علیه رژیم اسرائیل را تصویب کرد. این قطعنامه از سوی الجزایر، مصر، کویت، مراکش، تونس و امارات متحده عربی و در اعتراض به اقدامات رژیم اسرائیل در بیت المقدس، کرانه باختری و غزه پیشنهاد شده بود. 26 عضو از 58 کشور عضو شورای اجرایی یونسکو از این طرح حمایت کرده و 25 عضو نیز با آن رأی ممتنع دادند. آمریکا، انگلیس، آلمان، هلند، جمهوری چک و استونی مخالف این قطعنامه بودند. با وجود این گفته می شد که بند بحث برانگیز مربوط به تعلق دیوار ندبه به مسجد اقصا در لحظات آخر از این قطعنامه حذف شده. در پیشنویس این قطعنامه آمده بود که دیوار ندبه یا دیوار البراق یا دیوار غربی بخش جدای ناپذیر از مسجد الاقصا است. این بند از قطعنامه خشم مقام‌های تل‌آویو را برانگیخته بود. در این قطعنامه همچنین از اقدام رژیم اسرائیل برای محدود کردن دسترسی مسلمانان به مسجد الاقصا در ماه گذشته انتقاد شده. این قطعنامه سرکوب‌های اخیر در شرق اورشلیم،
قدس و کوتاهی رژیم اشغالگر اسرائیل برای توقف حفاری ها و فعالیت های مداوم در شرق اورشلیم به ویژه داخل و اطراف شهر قدیمی را به شدت محکوم میکند. رژیم اسرائیل با محکوم کردن این قصنامه آن را تلاشی آشکار برای تحریف تاریخ خوانده. طرح توسعه 4 میدان هوایی کشور آماده شده. اداره هوانوردی ملکی اعلام کرده که به دنبال منابع مالی برای اجرای این طرح است. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره گفته که کار توسعه میدان‌های هوایی از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل شروع شده و قرار است این طرح در چند مرحله به اجرا گذاشته شود. به گفته آقای رحیمی میدان‌های هوایی کابل، مزار شریف، هرات و قندهار 4 میدان هوایی کشور است که بر اساس نیازمندی‌های آینده و طرح اقتصادی کلان کشور باید توسعه پیدا کنند. سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افزود سطح امکانات و تجهیزات این 4 میدان باید مطابق میزان تعاملات تجاری افغانستان در سطح منطقه و بین الملل و بر اساس شرایط آینده توسعه پیدا کند. در حال حاضر بیشتر پروازهای بین المللی تنها از میدان هوایی حامد کرزی در کابل انجام می شد که به گفته سخنگوی اداره هوانوردی ملکی این میدان جوابگوی نیازمندی های کشور در سالهای آینده نخواهد بود. رحیمی افزود کار توسعه میدان هوایی حامد کرزی در کابل با کمک کشور ژاپن به پیش برده می شود و به تازگی چین هم اعلام کرده که آماده است تا در بخش توسعه این میدان هوایی سهم بگیرد. نیروهای مردمی عراق 19 گور جمعی نیروهای داعش را در ناحیه العصی در ولسوالی تازه آزاد شده بیجی کشف کردند. شبکه خبری الفراس نیوز روز چهارشنبه گزارش داد دست کم 365 جسد در این گورها پیدا شده. بر اساس این گزارش داعش عناصر کشته شده خود را در این گورها دفن کرده. درگیری در خماب جوزجان 20 کشته و 7 مجروح بر جای گذاشت. عبدالحفیظ خاشی عامل امنیت قماندانی امنی جوزجان گفته که در جریان عملیات پاکسازی ولسوالی خماب از وجود مخالفان 15 طالب کشته و 13 طالب بازداشت شدند. او گفت این عملیات از دو محور غربی و شرقی این ولسوالی آغاز شده بود. آقای خاشی همچنین گفت که در جریان نبرد نیروهای امنیتی با طالبان در اثر برخورد یک موتر حامل نیروهای خیزش مردمی 5 تن از این افراد کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. عامل امنیت افزود که جنگ بین طالبان و نیروهای امنیتی هم ادامه دارد و نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند. خبری از دنیای ورزش. بزرگان فوتبال باشگاهی اروپا در بازی‌های شب دوم هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به تساوی رضایت دادند. در مهمترین بازی‌های شب دوم هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید، منچستر یونایتد و یوونتوس مقابل رقبایشان به نتیجه تساوی رضایت دادند. در بازی‌های گروه اول پاریس‌سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس پاریس مقابل رئال مادرید به تساوی بدون گل دست یافت. در دیگر بازی این گروه مالمو سویدن 1-0 شاختار دونتسک اوکراین را برد. در این گروه رئال مادرید و پاریس‌سن ژرمن با 7، مالمو با 3 و شاختار بدون امتیاز اول تا چهارم هستند. در گروه دوم منچستر یونایتد در زمین زسکا مسکو به تساوی 1-1 رسید. دومبیا در دقیقه 15 لحظاتی پس از هدر رفتن پنالتی ارمنکو برای دسکا و مارسیال در دقیقه 65 برای منچستر یونایتد گل دادند. در دیگر بازی این گروه وولفسبورگ 2-0 آینتهوون را برد. در این گروه وولفسبورگ با 6 دسکا و منچستر یونایتد با 4 و آینتهوون با 3 امتیاز اول تا 4م هستند. در گروه سوم آتلتیکو مادرید با 4 گل دقایق 23 نگلس، 29 جکسون مارتینز، 63 الیور تورس و 89 گل به خودی دچیکو آستانه را برد. گالاتاسرای هم 2-1 بنفیکا را شکست داد. در این گروه آتلتیکو و بنفیکا با 6، گالاتاسرای با 4 و آستانه با 1 امتیاز اول تا 4م هستند. این نتایج در حال رقم خورد که در گروه چهارم یوونتوس و مونشنگلادباخ به تساوی بدون گل رسیدند و منچستر سیتی با گل به خودی رامی در دقیقه 37 و دبروین در دقیقه 90 مقابل تنها گل دقیقه 30 کونپلیانکا 2-1 سویا را برد. در این گروه یوونتوس با 7، منچستر سیتی با 6، سویا با 3 و گلادباخ با 1 امتیاز اول تا چهارم هستند. برخی از برنامه خبری امروز. Thank you.
نشست خبری انجمن والیان افغانستان، نشست اعتراضی با عنوان برنامه‌های مبتذل رسانه‌ای اسباب گمراهی و تباهی، نمایش عاشورا و رسانه در مرکز فرهنگی تبیان و نشست هفتگی شورای اخوت اسلامی افغانستان. وضع هوای امروز چند شهر کشور. سپاسگزاریم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.